توی کشور ما بهش میگن فیلتر شکن. غالب افراد دنبال نسخه های رایگانش هستن، چون این ذهنیت اشتباه وجود داره که نباید به خاطرش پول پرداخت کرد. من توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که فیلتر شکنی که استفاده میکنید نحوه عملکردش به چه شکله. اگه شما هم از اون دسته آدمایی هستید که فکر میکنید نباید به خاطر فیلتر شکن هزینه پرداخت بکنید، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. تلاش میکنم هر هفته ویدیوهای پرکاربرد با موضوع کامپیوتر و شبکه که تخصصم هستش منتشر بکنم. ازتون میخوام چنل من رو حمایت بکنید که البته با زدن دکمه سابسکرایب محقق میشه. لطفا زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. قبل از اینکه برای این موضوع ویدیو ضبط بکنم اصلا تصور نمیکردم که در نهایت اینقدر مفصل بشه، اما خب چاره ای هم نبود، یعنی جور دیگه ای هم نمیشد نتیجه گیری کرد که چرا نباید از فیلتر شکن های رایگان استفاده کرد. در نهایت به این نتیجه رسیدم که اول ساختار و نحوه عملکرد وی پی ان ها رو تشریح بکنم، تفاوتش با پروکسی ها رو بررسی بکنم و در آخر به این نتیجه برسیم که چرا نباید از فیلتر شکن های رایگان استفاده کرد. اما با این توضیح بریم سراغ این که ببینیم تو اقصا نقاط جهان اون چیزی که ما بهش میگیم فیلتر شکن چه کاربردی داره. تو کشورهایی مثل ایران و چین به دلیل اعمال فیلترینگ که توسط شرکت مخابرات یا همون تلکامونیکیشن اعمال میشه، یک سری از سایت ها مسدود میشن، اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. گاهن عدم دسترسی شما به یک سایت به دلیل تحریمیه که اون سایت خارجی روی کشور شما اعمال میکنه و دسترسی شما به اون سایت مسدود میشه. بنابراین اگر توی این کشورها زندگی میکنید، محدودیتی که روی اینترنت شما اعمال میشه از دو جنبه است. اما توی بعضی از کشورها مثل آمریکا و یا حتی کل اتحادیه اروپا، کانادا، کاربرها از وی پی ان استفاده میکنن. اونجا که هیچ محدودیتی روی محتوای اینترنت وجود نداره. روی همین یوتیوب کلی کامرشیال در مورد وی پی ان میبینیم. پس اینجا به این نتیجه میرسیم که وی پی ان ها فقط برای عبور از لایه فیلترینگ درست نشدن. ویرچوال پرایوت نتورک یا همون وی پی ان که توی ایران بهش میگیم فیلتر شکن، یه پروتکل برای حفظ داده ها روی بستر اینترنته که به دو صورت عمده ارائه میشه، وی پی ان یا پروکسی. اما بررسی کنیم ببینیم تفاوت ساختار و نحوه عملکرد این دوتا به چه صورته و چه مزایایی نسبت به هم دیگه دارن. پروکسی همونجوری که از اسمش پیداست نقش نماینده رو بازی میکنه. پروکسی به سروری گفته میشه که بین کامپیوتر یا موبایل شما با سایتی که میخواید بهش دسترسی پیدا بکنید نقش واسط رو بازی میکنه. عملیات ریروت انجام میده و آی پی خودش رو جایگزین آی پی شما میکنه. دقیقا چیزی که نقطه ضعف شماست، آی پی. شما وقتی که توسط سایت خارجی دیتکت میشید، رنج آی پی شما کشوری هستش که اون رنج آی پی توسط اون سایت مسدود شده. بنابراین پروکسی آی پی خودش رو جایگزین آی پی شما میکنه تا بتونه دسترسی به اون سایت رو برای شما آزاد بکنه. اگه در حد نتورک پلاس از شبکه سر در بیارید، میخوام بهتون بگم که پروکسی ها روی لایه اپلیکیشن کار میکنن و به سه دسته عمده تقسیم میشن. دسته اول HTTP پروکسی. HTTP پروکسی ها فقط روی وب بروزر ها اعمال میشن. دقت بکنید، فقط روی وب بروزر. اون چیزی که ما بهش میگیم وب بروزر، گوگل کروم، فایرفاکس، مایکروسافت ایج، اینترنت اکسپلورر، اپرا و هر وب بروزری که در واقع کاربرهای معمولی و حتی حرفه‌ای اینترنت ازش استفاده میکنن، فقط HTTP پروکسی روی وب بروزر اعمال میشه. یعنی چی؟ یعنی فقط دسترسی به سایت ها رو روی اون بروزر برای شما آزاد میکنه. و اگر همزمان شما از یه نرم افزار فیلتر شده دیگه مثل تلگرام استفاده بکنید، تلگرامتون همچنان فیلتره. اما دسته دوم ساکس پروکسی. ساکس پروکسی همچنان روی لایه اپلیکیشن کار میکنه و هنوز روی کل سیستم عامل شما، چه ویندوز باشه، چه مک باشه، چه لینوکس باشه، چه آی او اس باشه، چه اندروید باشه، هنوز روی لایه
سیستم عامل شما اعمال نشده و همچنان روی لایه اپلیکیشن کار میکنه، با این تفاوت که هم روی وب براوزر اعمال شده و هم اپلیکیشن های تحت وب رو که اصطلاحا هم بهشون میگیم وب اپلیکیشن روی اونها اعمال میشه و دسترسی اونها رو هم باز میکنه. اما یه دسته سومی وجود داره به اسم ترانسپرنت پراکسی. ترانسپرنت پراکسی برای فیلتر شکن یا عبور از فیلترینگ یا تحریم ها استفاده نمیشه. از ترانسپرنت پراکسی معمولا توی کافینت ها یا هتل هایی که میرید به شما یک دسترسی اینترنت میدن به واسطه دادن یک یوزرنیم و پسورد. اونجا از طریق ترانسپرنت پروکسی شما میتونید اعمال کنید که این یوزری که بهش اینترنت دادید چه پهنای باندی استفاده بکنه و چه حجمی از اینترنت استفاده بکنه، که معمولاً گفتم روی هتل ها و معمولاً توی کافینت ها ازش استفاده میشه و کافی شاپ ها که در واقع به شما یک دسترسی اینترنت لحظه ای داده میشه. اما بریم سراغ وی پی ان ها. نحوه عملکرد وی پی ان ها درست شبیه پروکسی ها هستش، اما با ساختاری متفاوت تر و قدرتمندتر. تفاوت عمده بین وی پی ان ها و پروکسی ها این هستش که پروکسی ها دیتای شما را به صورت کلیر تکست، یعنی همون جوری که هستش و قابل مشاهده شدن هستش، عبور میده. اما وی پی ان ها با تونلینگ پروتکل های مختلف نظیر پی پی تی پی، ال 2 تی پی، آی کی وی 2 و حالا پروتکل های شرکت های مختلف مثل شرکت سیسکو که در واقع پروتکل انی کانکت رو استفاده میکنه یا اوپن وی پی ان، با تونلینگ پروتکل های مختلف دیتای شما رو اینکریپت میکنه و دیتای شما کد میشه و این تفاوت عمده ساختاری بین پروکسی و وی پی ان هستش. اما بریم سراغ تفاوت های این دوتا پروتکل با هم دیگه. اولین تفاوت این که وی پی ان روی لایه سیستم عامل پیاده میشه و اجرا میشه، اما پروکسی روی لایه اپلیکیشن اجرا میشه. دومین تفاوت این که وی پی ان از دیتای شما محافظت میکنه به واسطه تونلینگ پروتکل های مختلفی که بهتون گفتم و دیتای شما رو انکریپت میکنه، اما پروکسی ها از دیتای شما هیچ محافظتی نمیکنن، یعنی آی اس پی ها و شرکت هایی که در واقع سرویس اینترنت به شما ارائه میکنن کاملا میتونن دیتای شما رو ترک بکنن و ببینن که چه سایت هایی رو ویزیت میکنید. اما اگر شما از وی پی ان استفاده بکنید این امکان برای آی اس پی ها وجود نداره. دلیل عمده ای که کاربرهای حرفه‌ای خارجی از وی پی ان استفاده میکنن اینه که نمیخوان دیتاشون توسط آی اس پی که سرویس اینترنت بهشون ارائه میکنه ترک بشه. تفاوت سوم اینه که وی پی ان ها به واسطه کدگذاری که روی اطلاعات شما انجام میدن و در ابتدا و انتهای مسیر دیتای شما رو کدگذاری میکنن و این کدگذاری رو باز میکنن که اصطلاحا بهش میگن اینکریپت کردن و دیکریپت کردن، کنتر از پروکسی ها هستند که این عملیات رو روی دیتای شما انجام نمیدن. تفاوت چهارمی که بین وی پی ان ها و پروکسی ها وجود داره اینه که غالبا تا 95% سرویس های وی پی ان پولی هستند. بیاید نظر ذهنی بررسیش بکنیم. جایی که افراد پول پرداخت میکنن به اون سرویس اعتماد بیشتری دارن، ولی جایی که شما یک سرویس رایگان میگیرید قطعا هیچ مسئولیتی در قبال دیتای شما نداره. 90% اپلیکیشن هایی که تحت قالب اندروید و آی او اس روی موبایلاتون نصب میکنید و فری هستن همشون از جنس پروکسی هستن، فیلتر شکن هایی با پروتکل های پروکسی هستن و نه وی پی ان. این رو هم باید مد نظر قرار بدید توی انتخابتون. اما تفاوت پنجمی که وی پی ان ها و پروکسی ها دارن اینه که وی پی ان ها به واسطه پروتکل هایی که برای حفظ کانکشن استفاده میکنن پایدارتر هستن و کمتر به زبان عامیانه دیسکانکت میشن، ولی شما توی پروکسی ها بیشتر این دیسکانکت شدن رو تجربه میکنید. خب با این بررسی شما هم متوجه شدید که باید از چه فیلتر شکنی روی بستر اینترنت استفاده بکنید. اگر از فیلتر شکن رایگان استفاده میکنید احتمال بیش از 90% یک پروکسی هستش، که حالا از اینجا به بعد دیگه انتخاب با خودتونه که از فیلتر شکن رایگان استفاده بکنید یا برای گرفتن سرویس وی پی ان هزینه پرداخت بکنید.
ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. امیدوارم نکاتی که در طول این ویدیو گفتم به دردتون خورده باشه. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.